سلام، زمان بچگی ما اگر یه لامپی اضافه توی خونه روشن بود، به خاطر تبلیغاتی که توی تلویزیون دیده بودیم بلا فاصله یاد اون شعر می افتادیم که هرگز نشه فراموش لامپ اضافه خاموش، و بلا فاصله اون رو خاموش می کردیم. الان که نگاه می کنم به اون موقع، می بینم توی خونه ها غیر از وسایل ضروری چیز خیلی عجیبی نبود، وسیله عجیبی نبود که بخواد مصرف برق داشته باشه. یه یخچال بود و یه کولر توی تابستونا و لامپ هایی که حالا می گفتن که اینا خیلی برق مصرف میکنه. اما الان یه اوضاعیه که خونه ها پر از وسایل برقیه، وسایلی که ضروری و غیر ضروری در کنار ما هستن، وسایلی که گاهی ممکنه مصرف برق خیلی زیادی داشته باشن و وسایلی که ممکنه اصلا خیلی کوچیک باشن، مصرف برقشون به چشممون نیاد، مثلا شارژر، اما اضافه بار تحمیل بکنن به برق ما. امروز میخوایم در مورد این ماجرا بیشتر با هم بشنویم. به فصل تابستون که میرسیم، همواره با یه سری هشدار در مورد مصرف برق مواجه میشیم. بهمون میگن که حواستون باشه، باید توی ساعتهای اوج مصرف برق لحاظ بکنید مصرف برقتون رو تا با مشکل قطعی مواجه نشین. درسته که الان دو سوم از تابستون رو تقریبا پشت سر گذاشتیم، اما توی این سالهای اخیر این قطعیای برق هممون رو درگیر کرده و یه جورایی اذیت کرده و احتمالاً برای هممون این سوال به وجود اومده که اصلا چی میشه که توی تابستون برق قطع میشه، چرا این مشکل به وجود میاد، و دوست داریم در موردش بیشتر بدونیم و بشنویم از خانم قیاس آبادی عزیز. سلام، خوش اومدین. سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. امیدوارم که تا حالا بحث خوبی رو با هم پیش برده باشیم و امروزم راجع به موزلی که معمولا تو تابستونا باهاش سر کار داریم و اون قطعی برق میخوایم صحبت کنیم. چقدرم عصبی کننده است، مخصوصا وقتی صبح میخوای از خونه بیای بیرون، نمیتونی لباساتو اتو بکنی، نمیتونی در پارکینگی که به برق وصله باز بشه و کلا زندگی رو مختل میکنه. چی میشه خانم قیاس آبادی؟ بله، خب ما اول این که برق قطع میشه، خب مربوط به ساعت‌های اوج بار میشه. حالا قبل از اینکه به اوج بار برسیم، من میخوام اصلا از مصرف برق بگم، که این که مثل آب ما نمیتونیم که راجب مصرف برق بگیم که خب شما کمتر مصرف کردی، شما بیشتر مصرف کردی. یعنی که بسته به آدم ها نیست، یعنی بسته به اشخاص مختلف نیست. مصرف برق مبسته به خونه هاست، یعنی مصارفه، مثلا خانگی، مصارف تجاری، تو دسته بندی ها. حالا ما اگه بخوایم راجع به مصارف خونگی صحبت کنیم، خب همه ما چجوری دسته بندیش اینطوری میشه که ما نمیتونیم بگیم که شما اصلا پر مصرفی یا کم مصرف، به شخصه نمیتونیم اینو بگیم، به دلیل اینکه خب توی هر خونه ای چند تا وسیله هست. خب شما ماشین لباسشویی دارین، یخچال دارین، ممکنه فریزر داشته باشین، تلویزیون دارین و کولر هم که خب دیگه توی مخصوص فصل تابستونه. منتها مصرف این که خانوارها مثلا مصرفشون پر مصرف میشه یا کم مصرف یا در محدوده الگو قرار میگیرن، معمولا بسته به سطح رفاهه. یعنی وقتی رفاه بیشتر باشه، خب وسایل برقی بیشتره، ممکنه توستر باشه، آون باشه یا ماکروفر باشه تو آشپزخونه، وسایل برقی هی زیاد و زیادتر دارن میشن. یعنی الگوی مصرف برق توی شهر و شهرستان های مختلف متفاوته با این توضیح؟ حالا الگوی مصرف رو بهش میرسیم، فعلا باید بگیم که الان ما مثلا بین خانوارها، خانواده ای که خب برقش یعنی کولر گازی داره نسبت به خانواده ای که خب کولر آبی داره، مصرف اونا یه مقداری بیشتر. خب به این میگیم توزیع مصرف؟ نه، این مصرف. این مصرف متفاوته توی شهرهای مختلف. مصرف بله متفاوته، حتی توی تهران ممکنه که مثلا توی استان تهران، مثلا توی منطقه فیروزکو، خب اصلا کولر ندارن خونه ها اصلا. پس این یکی از عوامل تفاوته. بله پس یه خانواده اصلا کولر استفاده نمی کنه. یا اصلا توی تهران، توی ایران ما نمیتونیم مقایسه کنیم که بگیم که توی تبریز رو با خوزستان مقایسه کنیم، بگیم که خب شما که توی خوزستانی پر مصرفی چون کولر گازی داری، ولی توی تبریز هستی کم مصرفی چون خب توی تایم استفاده از کولرشون
توی تابستون کمتر است. خب غیر این بسته به عوامل دیگه میتونه باشه، بسته به اقلیم جغرافیایی، بقیه‌اش هم به خاطر همین سطح رفاه میگم که وسایل برقی پرمصرف، مثلا وسایل برقی، هر چی که رفاه بیشتر میشه استفاده از وسایل برقی بیشتر میشه. یعنی نسبت به گذشته شما 30 سال پیش رو حساب کنی، خب توستر توی خیلی خونه ها نبود ولی الان هست، ساندویچ ساز نبود ولی الان هست، تو خیلی از خونه ها هست. یعنی مصرف ما داره با یه سری از وسایل برقی داره زیادتر میشه. حالا بر اساس این مصرفی که حالا ما داریم، اداره برق اومده یه مصرف الگو رو گذاشته که مثلا 200 کیلووات ساعت برای زمستون یعنی فصول 6 ماه دوم سال و 300 کیلووات ساعت مصرف میانگین برای هر خانواده توی فصل تابستونه، که این اختلاف 100 کیلووات به خاطر همون این عددا چجوریه و چیه؟ ما میفهمیم، یعنی مثل همون قبض آب که براتون گفتم، وقتی که رسیده مثلا قبضتون به صورت پیامک براتون میاد، اونجا مینویسه که شما چند کیلووات مصرف کردین. و حالا این کیلوواتش به صورت تصاعدی دوباره حساب میشه، یعنی مثلا اگر که شما مصرفتون زیر 100 کیلووات باشه، برای هر کیلووات ساعت بعد 90 تا 1 تومانی پرداخت کنین، ولی اگر مصرفتون مثلا بین 900 تا 1000 کیلووات در ماه باشه، به ازای اون مبلغ باید برای هر کیلووات ساعت شما 1000 تومان پرداخت کنین. یعنی اختلاف رو میبینین که آب و با بطری میتونیم نشون بدیم، بگیم مثلا این حجم از آب اینقدر بطری میشه، اما در مورد برق آیا مقیاسی شاخصی چیزی هست که اینو که میگین متوجه بشین؟ نه دیگه، این کیلووات ساعته. وقتی که بیشتر وقتا این اتفاق وقتی میفته که شما متوجه میشین که خب حالا دارین بیشتر استفاده میکنین از کنترلتون، که این کنترلتون میپره اگر دقت کرده باشین. بله. فیوزتون اگه پریده باشه، یا فیوزا کلید مینیاتوریایی که تو خونه ها هست، وقتی میپره باید متوجه باشین که یه جایی داره مثلا برق بیشتری دارین استفاده میکنیم. یه لامپ 100 اگه از صبح تا شب روشن باشه چقدر مصرف میکنه؟ خب لامپ 100 که شما کلا باید لامپای خورشیدی رو بذارین کنار، یعنی فقط باید از لامپای کم مصرف استفاده کنین که در حد 10 وات و 20 وات هستن. ولی برای میخوام متوجه بشم یه مقیاسی پیدا بکنم برای فهمیدن اون اندازه. آها نه، شما احتمالا توی الگوی مصرف دارین مصرف میکنین، چون 85 درصد مشترک ها توی طبق الگو هستن و فقط یه زمانی هستش که ما میرسیم به اوج بار، و اون موقع هستش که توی زمان اوج بار هستش که حتی مشترکین کم مصرف اون موقع دارن مثلا یه ساعتهایی هست که دارن کولر استفاده میکنن، و خود همین تو ساعتهای اوج بار باعث خاموشی میشه. بسیار خب، پس با این خبر خوب بریم فاصله بگیریم برگردیم. نه خب خدا رو شکر که 86 درصدمون داریم درست مصرف میکنیم، اما بشنویم ازتون در مورد اون مشکلایی که پیش میاد و اون درصدی که درست مصرف نمیکنن. خب درسته که 86 درصدمون ما زیر الگو مصرف میکنیم، ولی همین الگویی که برای ما تعیین کرده اداره برق خودش خارج از رنج استاندارده، یعنی خیلی ما تخفیف دادن. بله بله، یعنی که ما اگر بخوایم خودمون رو با سایر کشورها مقایسه کنیم، که باز مقایسه نادرستی هست، یعنی اگه کیلووات ساعت یه خانوار مصرفی یه خانوار ایرانی رو با یه خانواری مثلا توی اروپا مقایسه کنیم، باز ما داریم بیشتر مصرف میکنیم، چون اونا ممکنه که ما خیلی نسبت به اونا جلوتریم، به خاطر اینکه یه حامل انرژی دیگه‌ای داریم به نام گاز، که این گاز داره برای پخت و پز و توی زمستونا برای گرمایش داره به ما کمک میکنه، در صورتی که اونا خیلی هاشون اصلا این گاز رو ندارن. و اگه ما عددی که مصرف میکنیم، کیلوواتی که مصرف میکنیم به اندازه اونا تازه باشه، باز ما مشترک پر مصرف محسوب میشیم. متوجه شدید که به خاطر چی بودین؟ حالا در مورد مدیریت مصرف، حالا ما باید مصرفمون رو خب کنترل کنیم.
خصوصا در تابستون برای اینکه به خاموشی نخوریم باید این مصرف کنترل بشه و مدیریت بشه و با یه سری راهکارهایی ما باید این مصرف رو مدیریت کنیم. حالا مدیریت یعنی که کارایی بالاتر بگیریم از یه دستگاه برقی با هزینه کمتر بدون اینکه به سطح رفاهمون آسیبی برسه. استاد این مدیریت بله، هستم در کولر، تنظیم کولر بله با استادان اونجا. خب حالا ما برای اینکه مصرفمون رو تنظیم کنیم باید اون قبضی که برامون پیامک میشه رو عددش رو در بیاریم و ببینیم که تو اون محدوده ی الگو هستیم یا نه، که البته خود اداره که این پیامک رو میده همیشه برای ما مثلا با یه لبخند میفرسته که شما تو محدوده ی الگو مصرف کردین، خودشون اینو بهتون میگن. حالا اگه اینکه بخواین مقایسه ای هم خودتون انجام ندین اینو براتون پیامک میکنه. خب یکی از دلایل مصرف زیاد توی تابستون ها گفتیم که کولره. توی کولرهای گازی خب درجه حرارت قابل تنظیمه، یعنی درجه ای که حالا درجه حرارت دیگه در اصل، یعنی که دما رو میتونیم تنظیم بله دما رو میتونیم تنظیم کنیم. نه مثلا یکی به من گفت درجه حرارت نگو درجه سرما بگو، گفتم این اصلا اسمش درجه حرارته، ما سرما رو نمیتونیم تنظیم کنیم، سرما یعنی نبوده گرما. شما باید به این عددی که میگم استانداردی هست که خب دمای اتاقه، یعنی دمای اتاقی که شما آسیبی هم بهتون نمیرسی، یعنی دوچار گرما نمیشین، توی 25 تا 26 درجه باید تنظیم بشن کولرهای گازی. یعنی اگر پایین تر از این بیارین خب دارین انرژی بیشتری رو میگیرین از کولرتون. و در مورد کولرهای آبی هم خب بهتره که برای کولرتون یه سایبون بذارین که مثلا یه خورده کولر خنک باشه و این خنک بودنش باعث میشه که هوای خنک‌تری رو به ما میده و کارایی کولر بالاتر میره. حالا نوشته بودن که ما انقدر تو این روزا گرم بوده که یه پنکه گذاشتیم برای کولرمون که خسته نباشید گرمش نشه. ولی واقعا انقدر این سالهای اخیر خود تهران گرم شده که خیلی از کسانی که من میشناختم مجبور شدن که کولرهای گازی تهیه بکنن برای که بتونن گرما رو تحمل بکنن. بله در واقع همینه دیگه. خب همین که میگم ساعت رفاه، خب کولر گازی به مراتب از کولر آبی گرونتره و با افزایش رفاه ما اینو خریدیم. پنکه مشکلمون حل میشه. بله پنکه و یه جلوش هم یه سینی بود، مامانم آب میکنیم آب میریخت توش، کولر هم داشتیم ولی خب برای کمکی این کارم میکردیم که مامانم میگفتش که این بادش خنک میشه وقتی یه سینی آب میذاریم جلوش. بعد یه کار دیگه که میتونیم بکنیم در مورد وسایل برقی اینه که به برچسب انرژیشون توجه کنیم. یه برچسب انرژی داره از A تا E که اگه مثلا یه یخچالی شما میخواییم بخرین، یخچالی که رده انرژیش E باشه دو برابر رده انرژی A داره برق مصرف میکنه. فکر میکنم باز به این مثلا تو سالهای اخیر خیلی توجه شده و حتی من A پلاس هم دیدم روی یه سری از اینها که دیگه خیلی مصرفه. خب مصرفشون اونا دیگه عالی میشه دیگه، یعنی که ما داریم بهترین کارایی رو از اون کولر میگیریم با کمترین هزینه و کمترین مصرف برق هستش. در مورد حالا مصرف الگو ما میگیم که خب یه سری خانواده ها هستن دارن طبق الگو مصرف میکنن، ولی همین خانواده ها با همون مصرف ناچیزی که دارن و طبق الگو دارن مصرف میکنن ولی توی زمانهای خاصی از مثلا در روز میرسن به این که به پیک مصرف یا اوج مصرف میرسن که حالا یه ساعتی توی روز هست و یه ساعتی در شب، که این باعث میشه که یه خاموشی اتفاق میفته که ما دچار خاموشی میشیم. خب این ساعتهای پیک چجوریه؟ خب این ساعتهای پیک رو اگر که بخوایم بررسی کنیم توی تابستونا از ساعت 1 بعد از ظهر تا 5 بعد از ظهر یه پیکیه که خب کولر باید اون ساعت روشن بشه. بله. و شب هم به خاطر اینکه دوباره روشنایی ها اضافه میشن علاوه بر حالا کولر رو وسایل برقی که هستن، یعنی تو روز ما داریم از روشنایی استفاده میکنیم، میتونیم از روشنایی پنجره استفاده کنیم، ولی در شب این روشنایی خونمون یعنی چراغا و لامپایی که روشن میکنیم خودش دوباره باعث میشه که مصرفمون یه مقداری بیشتر میشه. و ساعتش میشه چه ساعتی؟ ساعت شبش میشه 7 غروب تا 11 شب و توی زمستونا دوباره فرق میکنه به خاطر همون عقب جلو کردن ساعتها، تغییر ساعتها، توی زمستون میشه 6 بعد از ظهر تا 10 شب.
حالا اگر که فرصت داشته باشی من توی پارت بعد براتون راجع به این که چرا اصلا این پیک چه اتفاقی میفته که توی ساعت اوج مصرف ما دوچار خاموشی میشیم براتون یه مقدار توضیح. یه سوال بپرسم قبل از اینکه بریم، این تغییر ساعت ها کمکی میکنه به مصرف برق؟ نه نه، این تغییر ساعت هایی که اتفاق میفته، خب غروب طلوع و غروبمون یه مقدار تغییر میکنه و بعد از اینکه آفتاب غروب میکنه ما مجبوریم که خب لامپا رو روشن کنیم، به خاطر همین ساعت غروبه که ساعت اوج مصرفمون مثلا تغییر میکنه تو فصل تابستون و زمستون، فقط صرفا به خاطر اینه. یعنی بعد از اینکه آفتاب غروب کرد ما خب شروع میکنیم به روشن کردن لامپا. یعنی این تغییر ساعت هایی که ما توی تابستون و زمستون داریم توی مصرف برق ما تأثیری نداره؟ نه نه، ساعت عقب جلو کشیدن نه نه اون تأثیری نداره، فقط میگم که ما توی تابستون یه ساعت پیک مصرف روزانه هم داریم که اون به خاطر اضافه شدن کولرها که کولرها وارد مدار میشن. و اینکه یه سری وسایل برقی هستن خانم قیاس‌آبادی، من وقتی که میخوام مثل ماشین لباسشویی وقتی که میخوام این رو روی حالت اقتصادی بشورم، یه حالت اکو داره که به من میده، حالا میگه که مصرف کمتر میشه، یعنی چراغ کمتری روشن میشه ولی زمان بیشتر میشه، چطور ممکنه؟ من میگم خب این که داره تو زمان بیشتری، مثلا شما تایم شستشو رو داری میکنی 1 ساعت و نیم و مصرف برق رو کمتر میکنی، چطور ممکنه؟ خب من تا حالا با این مواجه نشدم، ولی احتمالاً مثلا یه چیزی طبیعی کردن که وقتی که طولانی تر میشه برق کمتری رو میکشه، احتمالاً باید این باشه. من تا حالا همچین ماشین لباسشویی نداشتم که اینقدر پیچیده و تکنولوژیکی باشه. Thank you.
مخاطبینمون با ما در ارتباط هستن، برامون پیام میفرستن، سوالهاشون رو مخصوصا توی این حوزه که خیلی برشون جالبه مطرح میکنن و چند تاشو بشنویم و بپرسیم از شما. یکی از مخاطبینمون گفته که اگه صراحی برق رو خاموش بکنیم این توی مصرف برق تاثیر داره یا نداره؟ کلن یه سری وسایل برقی هستن که حتی وقتی خاموششون میکنیم چراغشون روشن، یه چراغی دارن که روشن میمونه. بله. چی کار بکنیم؟ صراحی رو خاموش بکنیم یا نه؟ بله دقیقا همینه. اصلا 10% مصرف برق ما به خاطر همین صراحی تلویزیون و کامپیوتری هستش که به برق هست، یا شارژرتون که به برق هست و ازش استفاده نمی کنه. یعنی تلویزیونتون خاموشه ولی خب پریزش، یعنی دو شاخش به پریزه، اون لامپ کوچولوئه، یعنی بله داره اصلا مصرف میکنه، یعنی وسیله برقی، نه اینکه اون لامپ داره برق مصرف میکنه. یعنی حتی لامپ هم نداشته باشه، شارژر من که لامپ نداره بله مصرف داره. بله بله, بله. شارژری که به برق هست، به صراحی برق هست، صراحی هم خاموشه باز داره برق مصرف میکنه. یعنی اصلا از اصولش باید از پریز کشیده بشه، چون خیلی از وقت‌ها اصلا باعث آتش سوزی شده، صراحی آتش گرفتن، شارژرها آتش گرفتن، اصلا طرف خونه نبوده و بعد متوجه شده که صراحی مثلا اتصالی کرده به خاطر همون مصرف برقی. حالا سوال برای من زمانی که شارژرم رو به تلفنم وصل می‌کنم متوجه میشم این برق داره وارد موبایل من میشه. بله. ولی وقتی که موبایلی بهش وصل نیست این بله. برق کجا میره؟ برقش هرز میره دیگه، برقش هرز میره در واقع، و همون میشه 10% مصرف شما. یعنی یه مصرفی رو همیشه داره و تا وقتی که تا وقتی که به پریز هست حتما باید دو شاخه ها رو جدا کنین وقتی که کارایی که ندارن دیگه. من یه آپارتمان رو دادم دست مستأجر و هر وقتی که مستأجرها میرن پرداخت همه قبض ها به عهده خودم میشه. مخاطب سوال تخصصیتون هم از ما میپرسین، چون وقتی قبض میاد مستأجرم رفته، چیکار میشه کرد که قبض رو همون روز بگیرم؟ یعنی روز تخلیه خونه؟ بله. امکانش بله هست؟ بله بله امکانش هست و همیشه هم همین مشکل هست. مثلا مشترک میاد میگه که تو اداره برق، مثلا میگه که من الان مستأجرم میخواد بره، میخواد تخلیه کنه، یه قبض به روز به من بدین. ما باید بریم اونجا، مأمور بره کار کرده اونو
ثبت کنه و یا خود مشترکان میتونن کارکرد کنترلشون رو بخونن، راهنمایی بگیرن از اداره برق، براشون برق یعنی قبض به روز صادر بشه که همون موقع پرداخت بشه. حالا اگه این کارو نکردن میتونن از رو مصرف میانگین مثلا مستاجرشون طبق روزایی که مونده، حالا تا اون مصرفی که کرده و اون روزایی که بوده ولی قبضش هنوز نیومده، یه مصرف میانگین رو حالا با هم توافق کنن که پرداخت بشه. معمولا یه بیانیه رو نگه میدارن، میگن من همه خرجان که کردم اگه چیزی مون میدم به شما. آره، حالا معمولا اگه با دلخوری باشه اون بیانیه رو هم نمیذارن، اینو میتونن. پس امکانش هست. بله بله. خب یکی از مخاطبین گفته که مصرفم زیاد بوده، رفتم اداره برق، به هم گفتن که شاید یکی برق دزدی داره میکنه. این برق دزدی چیه؟ مگه برقم میدوزن؟ نه، برق دزدی نمیکنه. اینو اصطلاحیه که برای وسایل استفاده میشه. مثلا وسایل برقی شما به فرض اگر مثلا سیما قطعی داشته باشه یا جای اتصالی داشته باشه، اون مثلا به فرض یخچال شما بیش از حدی که نرمالشه و طبق مثلا رده انرژیش بوده داره برق میکشه و برق داره اونجا هرز میره، اون موقع باید مثلا یه کارشناسی بیاد و همه وسایل رو، حالا مهمت رو دارن میان و همه وسایل رو بررسی میکنن دقیقا که ببینن کدوم وسیله شما به فرض مشکل داره. البته اینم هست که برق دزدی هم داریم، یعنی که یه عده هستن که از پشت کنترل میان برق رو میگیرن و این برقشون، مصرف برقشون روی کنترل مشخص نمیشه. خب اینا هست. خیلی تخصصی در مورد اتفاقات تو اداره برق صحبت می‌کنید خانم قیاس آبادی. خب من یه مدتی کار کردم تو اداره برق، بله یه مدتی بودم و اینا معضلاتی بوده که اتفاقا من تو ادارم باهاشون مواجه شده بودم، یعنی مشترکا با یه سری مشکلاتی میان که خب دیگه از جانب حالا کی هست همیشه دعوا سر اینه که حالا مقصر کی هست. مهمترین مشکلی که تا حالا باهاش مواجه بودین چی بوده؟ مشکل که خیلی هست، بیشتر چیزی که جانب اداره برق رو اگر بخوایم بگیریم اینه که خب برق غیر مجاز میکشن، یعنی که مثلا طرف یه خونه ای داره، بعد پارکینگش رو مثلا کرده کارگاه، یه کارگاه میشه واحد تجاری ولی خونگی میشه تعرفهشون خونگی، یعنی این تعرفه ها فرق داره، کشاورزی داریم، تعرفه تجاری داریم، خونگی داریم، برق عمومی داریم، یعنی راپله شما شامل برق عمومی میشه، اینا همه هستش و میان مثلا استفاده تجاری میکنن از کنترل خونگی، یعنی از اونجا برق میکشن، یا از برق عمومی میان برای کارگاهی که حالا خودشون ساختن اونجا و اینو میخوان پنهان کنن، ولی هیچ چیزی از چشم اداره برق دور نمیمونه، چون یه ماموری هست به نام مامور هایلو که یعنی های و لو رو تشخیص میده، اگر که خونه حالا تخلیه باشه تشخیص میدن، اگر برق بالا باشه مصرف زیاد بشه تشخیص میدن که خب حتما یه اشکالی هست که داره برق زیاد مصرف میکنه، یا خیلی هم میان اداره برق میگن که ما کنترلمون خراب شده داره بیشتر مصرف میکنه، یعنی داره بیشتر نشون میده. در واقع اگر کنترل خراب بشه کمتر نشون میده. تمام وسایل همینطوری هستن، هیچ وسیله‌ای نیست حالا مثلا شما ماشین لباسشویی خراب بشه بیشتر کار کنه. معمولا سرعتشون میاد. خب من یه سوال دیگه هم بخونم، اگه فراموش کردیم که قبض رو پرداخت کنیم، موعد پرداختش گذشت، بعد چیکار کنیم؟ آها، اینم یکی از مشکلات شایعی که خوب شد یادآوری کردین شما. یعنی میشه که مثلا یه نفر مشترکی دو دوره قبض برقش رو پرداخت نمیکنه، اخطار هم براش رفته باز پرداخت نکرده، بعد این توی پروسه صدور قبض دیگه حالا براش قبض چاپ میشه، قبض کاغذی میره در خونهشون که اخطار قطع بهشون میدن. بنابراین شما سعی کنین که به اون موعد پرداخت حتما توجه داشته باشین. یعنی اگر خارج از اون موعد پرداخت بشه قبضتون، با اینکه خب شما پرداخت کردین حالا شاید دو روزم دیرتر شده باشه، این میره وارد اون پروسه مثل تلفن همراه نیستش که در لحظه که
پرداخت میکنیم وصل بشه اگه قطع شده باشه؟ بله نه نه اونطوری نیستش، چون ماموری رو میفرستن، مامور میاد برای قطع برق و شما اونجا باید بهش بگی که من پرداخت کردم، بعد اون قبول نمیکنه، بعد میگه پرداختی رو باید ببری تو اداره سیستم ثبت کنه. معمولا تا اینا بشینه تو سیستم نزدیک 48 ساعت تا 72 ساعت طول میکشه. یعنی همین الان که شما پرداخت کنی ببری تو اداره، باید ببری ثبت کنی، چون تا بخواد بشینه تو سیستم 3 روز طول میکشه و تو این 3 روز ممکنه که مامور قطع و وصل بیاد برای قطع. خیلی هم خوب، زنده باشی. جایی که اطلاع دارم اینه که میان هاپون کنترلای برق رو خودشون دستکاری میکنن و عدد مصرفشون رو پایین تر میارن از اون چیزی که هست. حالا اون چیزی که روال تو جامعه شنیدم برق دزدی، حالا بعضیا مثلا خونهشون کنتور نداره، حالا یا تو حاشیه زندگی میکنن یا مثلا یه دکه هایی هستن که مثلا از این تیر چراغ برق هایی که توی خیابون هست سیم میکشن، حالا مثلا به نوعی از برق استفاده میکنن. اگر اشکالی در واقع تو سیستم یا تجهیزات برقی ما وجود داشته باشه، ولتاژ بیشتری در واقع میکشه، اصطلاحاً تو بحث الکترونی میگن ولتاژ کشی، اگر زیاده از حد باشه در واقع اصطلاح شما برق دزدی میشه دیگه. برق دزدی وسایل برقی که تو خونه مصرفشون نمیکنیم ولی به برق هستن، مثلا شارژرامون، مثل کلیدایی که سرایی ها که اونایی که لامپ حتی دارن، اینا رو ما اگر چیز کنیم، تلویزیون که نگاه نمی کنیم ولی به برقه، همه اینا برق دزدی. یه لحظه خونتون رو تصور کنیم، چه وسایلی الان توی برقه؟ یخچال هست با تلویزیون و اینا دیگه، چیز خاصی دیگه نیست تو برقه. تلویزیون و یخچال، هیچ چیز دیگه برقی ندارم. یخچال، تلویزیون. خب معمولا تلویزیون هستش، کولر هست، پنکه هست. الان که می اومدم بیرون من تقریبا سعی میکنم همه رو خاموش کنم، ولی خب یخچال رو نمیشه خاموش کرد. از بین وسایلی که توی خونه است کدومش رو میشه برای صرفه‌جویی توی مصرف برق از برق کشید هر وقت از خونه خارج میشه؟ فکر کنم آداپتورا رو از برق بکشیم، بقیه چیزا که تو برق باشن مثلا تلویزیون رو خاموش کنی از برق بکشیم. بله من بعضا دیدم سشوا رو، یه مورد بود برای همسایه ما پیش اومد که سشوار گوشی تو برق خونه رو ترک کرده بود، سشوار الومنتش ظاهرا داغ کرده بود، خونه آتیش گرفت. مثلا سشوار خیلی واقعا ضروریه. همین آداپتور که میگیم، وای فای که داریم میگین، فکر میکنم تلویزیون، یخچال حالا باقی بمونه. معمولا هم من جارو برقی هم زیاد نمیکشم، مثلا هفته ای شاید دو هفته یه بار. ندی اونایی که استفاده میکنین توی برق، ولی مثلا ماشین لباسشویی که حالا هفته ای دوباره موقعی که میخوام استفاده کنیم میذاریم تو برق. تلویزیون هم از برق بکشیم که اونم مصرف نشه دیگه، درسته؟ به جز اینها برای صرف جویی توی مصرف برق دیگه ممکنه چیکار کنیم؟ خودمون که سعی کردیم همه برقا رو، لامپا رو کم مصرف کنیم، در حد امکانم کمتر برق مصرف کنیم. حالا برق نوری حالا لازم نباشه، اگه خودمون باشیم داریم تلویزیون نگاه میکنیم حتما همه چراغا روشن نباشه، حالا جایی که تو اتاق یا مثلا آشپزخونه نیستیم برق خاموش باشه. ببینید من تو ساعت اوج مصرف به هیچ عنوان از برق اضافه استفاده نمیکنم. بعد تمام برقای خونه فقط برقی که جایی که نشستیم فقط چراغش روشنه. یعنی من مثلا ما خونمون از این خونه‌های سبک اسلامیه که وقتی دارم از سمت پذیرایی خونه میرم سمت هال، چراغ هال رو روشن میکنم. میخوام وارد آشپزخونه بشم، چراغ هال رو خاموش میکنم، چراغ آشپزخونه رو روشن میکنم. ساعت اوج مصرفم به هیچ عنوان از وسایل برقی استفاده نمیکنم. و به عنوان یه شهروندم اگر ما بدونیم که در واقع خدمات عمومی از جمله آب و برق برای همه مردم هستش، بعد در واقع تو مصرفش صرفه‌جویی داشته باشیم. معمولا سعی میکنم از لامپ های کم مصرف استفاده بکنم. همون لامپ کم مصرف هم اگر مثلا 5 تا باشه سعی میکنم همون جایی که هستم اونجا رو روشن کنم، همونم باز خاموش میکنم.
اجاق بازارو که مثلا فندکی هست خیلی کمه مصرفش، شاید اصلا به دید نیاد، ولی خب میتونیم اونا رو مدیریت بکنیم که برق نباشه. خب ازتون داریم میشنویم در مورد نحوه مصرف برق و مدیریت مصرفمون. بله، مدیریت مصرف رو داشتیم میگفتیم و حالا میخواییم برسیم به یه سری از مشکلاتی که خودم من باش مواجه بودم که مشترکا باش مراجعه میکنم به اداره به این دلایل. حالا یه مشکلی که الان خیلی از مشترکا دارن راجب کنتورهای سه زمانه است، یعنی کنتورهای دیجیتال. الان کنتورهای قدیم خب اون گردا و شیشه‌ای بود، بله. الان کنتورها دیجیتال شدن و همون طبق اوجبار، کمبار و میانبار، یعنی میانبار که خب ساعت‌های عادیه، اوجبار رو که براتون تعریف کردم و ساعت‌های کمباری طول شب تا صبح هستن که خب برق داره در واقع تولید میشه، یعنی تجهیزات برقی دارن برق و جنراتورها دارن تولید میکنن و مصرف صورت نمیگیره. اینجا اومدن کنتور دیجیتال رو طراحی کردن با سه زمان و سه تعرفه که شما اگر که توی زمان کمباری مصرف کنید، یعنی شب تا صبح، یه تخفیفی هم بهتون میدن، یعنی کمتر از تعرفه باید پرداخت کنید. توی اوجبار یه مبلغ اضافه تر میشه و برای میانباری طبق خب تعرفه مصوبش محاسبه میشه براتون. از این کنتورهای مثلا دیجیتال یه خورده مشترکا ناراضین که مثلا میترسن که این دقیق حساب میکنه. این به معنی دقیق بودنش نیست، این به معنی زمانبندیشه که شما ملزم بشین که توی ساعت اوج مصرف مصرفتون یه خورده کاهش بدین. به فرض شما میگین مثلا من میخوام فردا برم جایی و باید که لباس شسته و اوتو شده داشته باشم، خب این کارو بهتره که قبل از ظهر، یعنی صبح که ساعت اوج مصرف نیست، این کارو انجام بدین که حالا اگر که میرسیم به ساعت اوج مصرف شما فقط مصرف کولرتون بیفته اونجا، یعنی که خب ناچاریم، نمیشه گفت کولر رو که خاموش کنین، ولی میتونیم برای وسایل برقی دیگه یه جوری تنظیم کنیم که بله به ساعت اوج مصرف نرسه. بعد یه سری از کنتورها دستکاری میشن، یعنی که خب یه کاری میکنن که کنتور کمتر مصرف کنه، خصوصا در مورد کنتورهای آنالوگ قدیمی این اتفاق میافتاد. بیشتر وقتا این نمودش کجا میشه که مثلا مامور میاد تشخیص میده که این مشترک مثلا تا حالا پر مصرف بوده، ما میدونیم که مثلا فلان دستگاه رو داره، مثلا مشترکای تجاری بودن که دستگاه مثلا سولار داشتن، ما میدونیم که اونجا مصرفش زیاد بوده. بعد به مرور میرسه به لو، یعنی مامور هایلو متوجه میشه که الان مصرف کم شده، اینجا یه خلافی حتما صورت گرفته. اینجا بعد موقعی که شما مثلا خونه ای رو میخواین جابجا بشین، مثلا میخواین خونه ای رو بخرین یا اینکه جابجا بشین مستاجر قبلی رفته اونجا، بهتره که درخواست تست کنتور بدین، چون وقتی که میرسین بعد از یک ماه حالا میبینین که یه قبض برق براتون اومد که توی این قبض برق شما میبینین که یه جریمه اومده، میگین من که الان اومدم مثلا یک ماه اومدم چه جریمه ای، بعد متوجه میشین که مستاجر قبلی خب مشترکی بوده که یه خلافی رو کنتور انجام داده و خواسته مصرف رو بیاره پایین و مثلا از پشت کنتور برق گرفته یا پلمپش دستکاری شده، کنتور دستکاری شده، اینجا متهم شما میشین، یعنی که برای اینکه اونم جریمه های میلیونی هست. درخواست تست کنتور به چه صورته؟ سامانه داره، یه تو سامانه های اداره برق اگه وارد بشین یا اپلیکیشن های خاصی که داره یه درخواست میدین، میان براتون کنتورتون رو تست میکنن که مشکلی نداشته باشه، که اگر مشکل داشته باشه خب شما با صابخونه طرف هستین یا با کسی که ازش دارین خونه رو میخرین که پرداخت این جریمه به عهده اون باشه، چون معمولا یه دعوا هستش که من این کارو اصلا نکردم، من این خلاف رو انجام ندادم.
و در مورد کنترل‌های عمومی، کنترل‌های عمومی هم کنترل‌هایی که مثلا روشنایی راه پله‌ها هستن یا مثلا پکیجی هست که مربوط به بخش عمومی ساختمون میشه، یا پمپ دارن، خیلی ها پمپ آب دارن و این بارش میفته روی کنترل عمومی، باید اینو مصرفشون دستمون باشه که این محدوده مصرفش معمولا کمه، مثلا در حدود 10-20 هزار تومانه، یا مثلا آسانسور دارن، خب مصرفشون به طبع یه مقدار بالاتره. اگر که این مصرف یه مقدار بیشتر شد، توجه داشته باشن که ممکنه یکی، خب ما معمولا تو آپارتمان زندگی میکنیم، ممکنه یکی داره این کار انجام میده و خب ما داریم برق عمومی مشترک بین همه و ما مجبوریم که هزینه‌ش رو بپردازیم. بعد در مورد یه جایی مثلا من دیدم که خودم تو اداره بودم، یه مشترک اومد گفتش که برای من قبض صادر نمیشه، چرا برای من قبض نمیفرستین؟ بعد ما رفتیم پرداختی هاشو نگاه کردیم، مصرف و پرداختش رو چک کردیم، دیدیم که مثلا این به جای 300 هزار تومان یک سال پیش به جای 300 هزار تومان 3 میلیون پرداخت کرده از روی همون، توی اون یک سال 1 میلیونش مصرف شده، تازه این که حالا ازش 3 میلیون کم شده که متوجه نشده به کنار، بعد از یک سال اومده تازه میگه که من چرا برقم کنترل چیز برام نمیاد، قبض برام نمیاد، پیامک نمیاد. بهش گفتیم بابا مثلا شما اینقدر پرداخت کردی، منتها این قابل عادت نیست، حالا میتونی استفاده کنی، برای دو سه سال دیگه فعلا ما بهت بدهکاریم، یعنی شما بستانکار محسوب میشین. و در مورد تاریخ پرداختم که بهتون گفتم که حتما باید قبض رو تو تاریخشون پرداخت کنین، که اگرم که پرداخت کردین باید بچسبونین رو کنتور که اگر اومدن قطع کنن به ناگهانی مثلا مامور چون وظیفه‌شه بهش میگن که باید برین کنتور رو قطع کنی، اگر پرداختی اونجا باشه قطع نمی کنن. و یکی هم این که الان بیشتر کنترل‌ها رو باید ما درخواست افزایش آمپر بدیم، یعنی مثلا خونه‌هایی که 20 سال ساخت هستن، این خونه‌ها کنترلایی که دارن مثلا تک فاز 5 آمپره، تک فاز 15 آمپره، ولی الان خب وسایل برقی ما بیشتر شده و ممکنه که شما متوجه بشین که فیوزتون داره میپره. بله. اولین کاری که می‌کنیم میریم فیوزاتون عوض می‌کنیم، ولی به این کلیدا اصلا نباید دست بزنین، اینا مخصوص اداره برق هستن. کلید ورودی به کنتور اصلا نباید دست بخوره، کلید خروجی هم نباید آمپرش بیشتر از کلید ورودی باشه، چون این اگر این دستکاری انجام بشه و کلیدا رو عوض کنین تجاوز از قدرت محسوب میشه و دوباره شامل جریمه میشه. بسیار عالی، پس باید درخواست بدیم و خود اداره برق بیاد کارش رو انجام بده. خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادین، امیدوارم که بتونیم توی این الگوی صحیح مصرف حرکت بکنیم. انشالله به امید خود. خریدمون که مثلا سر هر ماه چیزای عمده مصرفیمون رو به اعتبار خانم هم بریم از فروشگاه خرید میکنیم، یه مقدار خورده خریدمون هم که باقی میمونه تا یه روز که مصرفات برمیگردم همسرم هم میگم هماهنگ میکنم من تو راه برگشت از سر کار یا تا یه روز میرم خرید انجام میدم و مصرف میریم مصرف روزمرهمون رو خرید میکنیم دیگه. بابا بحث عمدهش نهایتا توی هفتگی خریدمون رو انجام میدم، خریده که زیاد انجام نمی کنیم که بیایم بیمه داخل خونه. من فکر می کنم توی هر روز من خانمم هر روز میگه سیب زمینی پیاز یاد برم، این موردیه که تو آیتم هر روزمون هستش. ما هر روز میزه خوری بیاز نه حالا من نمیم علتش چیه که شاید
من نمیدونم یالا یکی روز در میمون یا هر روز میگم که سیب زمینی پیاز فراموش نشه بخرم. توی خریدی که انجام میدیم خب قطعا هم قیمت برام مهمه، هم خب کیفیت خیلی مهمه. بعد سعی میکنیم خریدی هم که انجام میدیم با کیفیت باشه، این از جای خرید بکنیم که خب هم مقرون به صرفه باشه هم که اوکی باشه خوب باشه. بعد اینکه ایشون میگن که هر روز سیب زمینی پیاز، یه ذره برای من خیلی عجیبه سیب زمینی پیاز. البته خب محمد تاها به شدت فرنچ فرایز و سیب زمینی سرخ‌گرده اینا خیلی علاقه منده، البته خب خیلی هم مفید نیست، ولی خب دیگه حالا در موارد خاص ما سعی می‌کنیم که استفاده کنیم. با توجه به بحث آشپزی که محمد تاها انجام میده یا کتلت درست می‌کنه که سیب زمینی، خب مجبوریم دیگه. کلا همسرم برای خرید خیلی دقت می‌کنن و همیشه محصولات با کیفیت خرید می‌کنن. شاید من خودم دقتم کمتر بشه، ولی ایشون خیلی خوب و با دقت خرید میکنن و همیشه اون چیزی که میخرم به نظرم بهتره، خیلی خوب خرید میکنن. ما تنها موردی که به مشکل برمیخوریم خرید سبزی. من بله. هر گونه سبزی که میخرم میارم خونه به چالش برمیخوریم. این چیه خریدی؟ خب سبزی یعنی با تجربه بهترین بره، بهترین سبزی، بهترین جنس رو هم که میخرم ولی در نهایت خوبی نیست. نه دیگه البته درکشی که نبوده، ولی خب من در هر موقع به من میگه سبزی بخم میگم یا خودت بیا با من بریم یا خودت زحمت شو بگیر چون من سبزی دیگه نمیخوام. تو خرید برای محمد آقا که میگم ما به قول شما توی مبحث کیفیت، کیفیت در اون مهمه. دو سه تا فروشگاه هستن که جنسایی رو میارن که از بابت بحث کیفی کیفیتشون خوبه و از قیمت هم قیمتشون مناسبه. ما توی مثلا توی هر ماه خانمم زحمتشون میکشن این فروشگاه سر میزنن اگر مورد مناسبی برای فرزندمون باشه که خرید میکنن. توی بحث خرید لباس ما توی بحث جنس خیلی دقت میکنیم. به قول شما که شستشوش راحت باشه، اگر لکی بر میداره به راحتی لکی بر طرف بشه. اسراف کلن چیزی میشه گفتش که درست استفاده نکردن از نعمات خداوند بگیم یا امکاناتی که در اختیارمون هستش. اگر از اونا به صورت صحیح استفاده نکنیم میشه اسراف، ولی نه اگر اونا رو به صورت صحیح استفاده کنیم که خوبه. من خودم به شخصه همیشه توصیه‌ام به خانم و به بچه‌ام اینه، میگم توی استفاده کردن از نعمات خداوند که در اختیارتونه یا کلیه چیزی که در اختیارتون هست سعی کنید به نحو احسن استفاده کنید که این همیشه در اختیارتون باشه. اینجوری نباشین که این فکر رو داشته باشین تو کوتاه مدت، فکرتون تو بلند مدت باشه که این جنس همیشه باشه. یعنی من به خود محمد هم اتفاقا دیشب میگفتم مصرف آب یا این انرژی هایی که دارین مصرف میکنی فکر کوتاه مدت نداشته باشه، شما فردا بزرگ میشی همین اگر فکرشو بکن، اگر نباشه به چه مشکلات بزرگی برمیاد. راهکار خونه ما به این شکلی که من توی مصرف انرژی اگر باشه که ما در طی روز که روشنایی روز رو داریم که اصلا از روشنایی داخل خونه استفاده نمی کنیم و باز شما میگه توی مواقعی که هوا در یه سطح خنک میشه که از خنکی بیرون یعنی کفایت میکنه، من میگم از کولر استفاده نکنم. و کلا توی مصرف آب من همیشه به محمد تاها این سفارش رو میکنم، میگم مثلا حمام که شما میگی توی کلیه مواقع حمام که هست آب باز نباشه. آب رو آدم توی حمام فقط یک دو سه مورد میتونه باز بکنه، مواقعی مواردی که مثلا داره کاراش انجام میده نیاز نیست آب باز بشه، توی مواقع رعایت کنه. یکی از کارهایی که خب ما انجام میدیم مخصوصا تو فصل تابستون، حالا بحث میوه رو که خب معمولا اندازه مصرف روزانه مون میگیریم، اما خب حالا اون مقداری هم که میمونه یه مقدار پژمرده میشه اونا، اینکه هم یه کار جالبی باشه اونا نباشک میکنیم، آینده برای فرزندان ما هستش. پس بهتره که واقعا کاری که لازم هست رعایت بشه. حالا نمیدونم اهم از همین تفکیک زباله، تولید کردن کمتر زباله. شاهد تغییرات قدم به قدم و کوچولو توی وسایل زندگی بودیم.
اونقدر که شاید حواسمون نباشه که نحوه زندگی امروزمون و وسایلی که توی خونه ها داریم زمین تا آسمون با 30-40 سال قبل تفاوت دارن. خیلی از چیزایی که اون موقع ها دغدغه بوده الان دیگه وجهی ندارن و در مقابل خیلی از چیزهایی که اون موقع فکر و ذکر کسی رو درگیر نمی کرده الان جزء دغدغه های اصلی همه به حساب میاد. خیلی عزیزید، مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.